ستاره های فوتبال هم گاهی عصبی میشن و کارهای انجام میدن که منجر به محرومیت و تنبیه اونها میشه. به بهونه محرومیت جدید رونالدو میخوایم تمامی محرومیت های اون رو با هم بررسی کنیم. اولین محرومیت و جریمه اون در سال 2006 رخ داد، زمانی که با پیراهن منچستر با نشان دادن انگشت وسطش به هواداران بنفیکا به اونها توهین کرد و یوفا یک جلسه محرومیت از بازی به همراه 4000 پوند جریمه نقدی براش در نظر گرفت. محرومیت بعدی اون به سال 2017 برمیگرده. کریستیانو در ال کلاسیکو یک گل دیدنی به بارسا میزنه، اما دو دقیقه بعدش با تصمیم داور اخراج میشه. CR7 که از این تصمیم حسابی عصبی شده بود داور رو هول میده و همین ریاکشن باعث محرومیت از 5 بازی و جریمه 3000 یوروی اون میشه. CR7 در سال 2019 هم با پیراهن یوونتوس نقره داغ شد. بعد از کامبک دیدنی یووه و هتریک کریستیانو اون شادی گل جنجالی انجام میده و به همین دلیل هم یوفا اون رو 20000 یورو جریمه میکنه. کریستیانو رونالدو پس از بازگشت مجدد به یونایتد بعد از شکست 1-0 مقابل اورتون گوشی هوادار این تیم رو شکست که خیلی هم جنجال به پا کرد و همین رفتار ناهنجار رونالدو باعث دو جلسه محرومیت از بازی و 50000 پوند جریمه نقدی شد. و آخرین محرومیت کریستیانو رونالدو هم مربوط به بازی مقابل الشبابه که شادی و حرکات جنجالی و تحریک‌آمیز خطاب به هواداران الشباب انجام داد و به همین دلیل هم یک جلسه محرومیت از بازی و 10000 ریال عربستان جریمه شد. و باید ببینیم که در ادامه فوتبال کریستیانو در رده ملی و در رده باشگاهی اون میتونه خودش رو کنترل کنه یا محرومیت و محرومیت‌هایی در انتظار رونالدو خواهد بود. در نهایت خیلی خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب اصلاً یادتون نره.